یه سیستم کامل تکامل یافته برای آینده استفاده کنیم. خب رأی باید آزادانه بین مردم و تمامی افراد جامعه باشه، تمام اقوام باید آزاد باشن، تمام زبان ها باید آزاد باشن، اما به این صورتی که بیان چه سیستمی را ما الان تعیین کنیم برای فردای ایران، این یکم بحث خیلی سنگینیه، باید بهش خیلی بپردازیم و ما نمیتونیم اینا انتخاب کنیم که آقایون یا خانوم ها شما باید اینا انتخاب کنیم. نه، ما اول در حال حاضر تنها چیزی که میتونیم بکنیم یک اطلاع رسانی بکنیم برای آینده، برای دموکراسی، معنی دموکراسی رو بشکافیم، معنی آزادی رو بشکافیم و معنی سکولاریسم رو بشکافیم برای مردم ایران و بتونیم اون نسبیت فقر فرهنگی که در جامعه ایران هست را از بین ببریم. چون همونطور که خودتون میدونید در جامعه ایران هنوز قیصرها و چربون و سخونه‌های وجود دارند که با افکار خودشون دارن زندگی میکنن و اونها رو ما باید بتونیم به تکامل فکری برسونیمشون که بتونیم فردا ایرانی آزاد داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم برای جلسه امروز. به شما محسن جان بدرود میگم، چون وقت آنچنانی نمونده و میپردازم به احمد در آتن در یونان. نظر ایشون هم کوتاه مختصر میشنویم تا یک به یک به شماها بدرود بگیم تا جلسه آینده. احمد جان شما نظرتون در رابطه با مفاهیمی که صحبت شد. بله آقا، شما همینجوری خودتون گفتین ایران یک کشور ثروتمند، یکی از کشورهای ثروتمند دنیاست و اینکه خیلی کشور چش داشت به ما دارن، به مال ما دارن، به منافع ما دارن. و اینکه اگه نگاه کنید در گذشته کشورهای مثل اسپانیا، مثل پرتغال، مثل فرانسه، مثل انگلیس بودن که مستقیما استعمار میکردن کشورها رو، وارد خاک میشدن و استعمار میکردن، منابع رو میبردن، بیغما میبردن. ولی الان سیستم جوری دیگه شده، از بیرون کشور کنترل میکنن رهبران و احزابی که در اونجا حکومت میکنن، اشخاصی که حکومت میکنن در اونجاها کنترل میکنن، از اون طریق استعمار میکنن. الان کشور ما هم به این صورته و اگه حکومتی بخواد بهله اونا باشه مستقیم مطمئن باشین وراندازی میکنن و کسی دیگه رو جاش میذارن. یک کشوری مثل آمریکا یا انگلیس که الان ابرقدرت‌های دنیا هستن، مطمئنا اونا دست رو کشور ما گذاشتن و این حکومت‌ها تا موقعی به صلاحشون باشه، به نفعشون باشه، پابرجا میمونن. و اگه ما بخوایم فکر آزادی باشیم و از درون، از بنیه، از ریشه، از فرهنگ مردم اون آزادی رو یاد بگیرن، در خونشون باشن آزادی اون سکولار، تا بتونن مستقیما خودشون عمل کنن. چون ما اگه بخوایم اون رهبران که بر ما حکومت میکنن اونا واقعا آزادی به ما تزریق کنن، مطمئنا اونا از جای دستور میگن، جای تبعیت میکنن و سخت اون آزادی که ما بخوایم که منافع خود و منافع شخصی، منافع کشورمون رو، اون ذخایر کشورمون رو، اون ارزش‌های کشورمون رو بخوایم نگهداری کنیم، بالاخره وقتی اون آقا بالا سری باشه به سختی میشه کنترل کرد و اون آزادی رو به دست آورد. از شما بسیار سپاسگزارم احمد جان، به شما هم بدرود میگم امروز تا هفته آینده. و به دوست دیگرمون میپردازیم. بدرود. به شما بدرود میگم و جناب عبدالملکی اگر صحبتی دارن بفرمایید. بله جناب شمیرانی، من در خصوص سکولاریسم میخواستم صحبت بکنم. بفرمایید. یا همون جدای دین از سیاست بود. نباید پرداختن به مسئله سکولاریسم باعث بشه سکولاریسم یک مذهب جدیدی رو به وجود بیاره. این مذهب جدید و که بیدینی هست، ضد دینی هست، من به عنوان یک مذهب جدید میدونمش. یعنی اگر اینقدر غرق در این مسئله بشیم، غرق در مسائل مذهبی بشیم، مبارزه با مذهب بشیم، خودمون یک دین جدید رو ساختیم. اعتقاد من بر این است که اون این مذهب هم یک ضد دینی، خودش یک مذهبه که همون مصیبت‌های رو به بار خواهد آورد که مذهب آورده. چون شخص ایدئولوژی که بیدین شده فردا افراد دیندار رو از سر تیغ میگذرونه، اونها رو از جامعه طرد میکنه. این یک نکته بود در مورد سکولاریسم خواستم بگم. و در مورد حرفای آقای محسن عزیز، ایشون صحبت بسیار جالبی رو کردن که ما روشنگری میکنیم، انتخاب ما داریم انواع دموکراسی رو میگیم، ولی انتخاب نوع دموکراسی
بر عهده مردم خواهد بود. یعنی این از توانایی ما خارجه که ما سیستمی رو بخوایم ارائه بدیم به مردم، القا بکنیم بگیم اینو قبول بکنید. ما روشنگری میکنیم و در نهایت انتخاب نوع دموکراسی بر عهده خود مردم خواهد بود. ما فقط میتونیم بگیم که دموکراسی یعنی حکومت اکثریت، نه حکومت فرد و گروه خاصی که این اکثریت قوانین رو تدوین میکنن. این قوانین بر چه اساسی باید باشه؟ سکولاریسم و برابری و کلیه خواسته های اون جامعه زیر مجموعه این قوانین خواهد بود و این نوع دموکراسی خودش از فضایی که آزادی به وجود آورده، امکان برگزیدن در اون به وجود اومده فراهم میشه. جناب شمیرانی، در خصوص کشورهای بزرگی، کشورهای قدرتمندی که امروز دست نشانده های خودشون رو باز بردن اطراف خودشون و به قول خودشون میخوان یک حکومت مذهبی که به اونها نزدیک باشه، یعنی تقسیم کردن حکومت های مذهبی رو، یک حکومت مذهبی بنیادگرا، یک حکومت مذهبی که میتونه به اونها نزدیک باشه، اینها نمیتونن دموکراسی برای ما بیاره. ما دموکراسی که بخواد از طرف کشورهای بزرگ وارد کشور ما باشه، وارد کشور ایران بشه، این دموکراسی به درد ما نمیخوره. این دموکراسی فقط در جهت برآورده شدن خواسته و اهداف اون قدرت ها خواهد بود، هیچ دردی رو از اون ملت درمان نخواهد کرد. من هم به شما بدرود میگم، خیلی سپاسگزارم به خاطر وقتی که در اختیارم گذاشتید جناب شمیران. خواهش میکنم، این داستان ادامه خواهد داشت و هر هفته تعداد متفاوتی از شما عزیزان که فرصت کافی هم برای ابراز عقیده داشته باشید، حالا اگر وقت بیشتری در اختیار ما قرار بگیره 100% در اختیار شماها قرار خواهیم داد و افراد متفاوت، شخصیت‌های متفاوت، هم از پناهجو، پناهنده و افراد معمولی یا شهروند یا شهرنشین کشورهای متفاوت ولی ایرانی با مردم صحبت خواهند کرد. تمام سعی و کوشش من این هست. از شما بسیار سپاسگزارم و فکر می‌کنم آخرین مهمان امروزمون باید صحبت بکنن، آقای محسن از سوئد، کوتاه مختصر در یکی دو دقیقه و بعد از اون به این دوستان بدرود بگیم و یک چکیده ای از برنامه امروز و صحبت‌های خودم در هفته‌های آینده براتون توضیح بدم. همه دوستان صحبت کردن؟ خب من شهر جان داریم هنوز بچه ها رو در... من فقط صحبت زیادی نمی کنم آقای شمیرانی، وقتتون رو زیاد نمی گیرم. خواهش میکنم، فقط میخواستم یه چیزی رو بگم در خصوص حرفای آقای احمدی نژاد که برای ما گذاشتین، یه خورده لذت بردیم، یه خورده خندیدیم اینجا. بله، مثلا به آقای احمدی نژاد بگم بله آقای احمدی نژاد، ما هیچ کدوم ایرانی نیستیم آقای احمدی نژاد، نه آقای شمیرانی ایرانی هستن، نه آقای عبدالملکی، نه بنده، نه آقا محسن، ما هیچ کدوم ایرانی نیستیم. تاریخ ایران هم از 1400 سال پیش نیست عزیز دلم، از 2500 سال پیشه، از اون زمانی که تاریخ رو نوشتن، از اون زمانی که خط نوشته های تخت جمشید هست، نشون میده که 2500 سال پیشه، نه 1400 سال پیش. آقای احمدی نژاد بله ما هم هیچ کدوم ایرانی نیستیم. مرسی از وقتی که در اختیار ما گذاشتی آقای شمیرانی، تشکر از شما و بدرود میگم به شما، همکارانتون و همه همیهنان عزیز. زنده باشید، بسیار سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. خب در این چند دقیقه باقی مونده اگر میتونیم فقط اشعریا جان میخوام کلیپی اگر در رابطه با چهارشنبه سوری هست آماده بکنه در انتهای برنامه اگه تونستیم پخش بکنیم برای اتمام این قسمت، ولی خدمتتون عرض بکنم هموطنانم، هدف من این هست که این جامعه خودش رو بیشتر بشناسه، آن چیزی که هست بشناسه، آن چیزی که در حال حاضر موجود هست بشناسه، نه اینکه بخوایم با شعارها یا حرفایی که میزنیم خودمون رو اونقدر بالا ببریم که دیگه مثل بادکنک بادمون کنن، بترکیم و بعد سقوط بکنیم، نه اینکه خیلی خارمون بپندارن و بیارن زیر پاشون لگد مال بکنن. این چیزی که در خارج از کشور در سرتاسر جهان داره انجام میشه. برای چی یک جوان ایرانی باید بره پناهنده این بر اونور التماس بکنن که آقا به ما پناهندگی بدید، رگ خودشون رو بزنن، بچهای ایران زمین بیان خارج از کشور خودشون رو حلق‌آویز بکنن، آتش بزنن به خاطر اینکه بهشون اقامت داده نمیشه؟ اینا همه ریشه‌های اجتماعی داره. این کسانی که رفتن روزهای اول شعار دادن و مملکت رو به اینجا رسوندن جوابگوی تاریخ هستن. اینگونه نیست که کسانی بردارن اینها رو بیارن در صدای آمریکا و بی بی سی، اینا هم به قول معروف سر ما رو گنده بشینن
و دستاشون هم اگه نگاه کنی از یک دختر 14 ساله و 13 ساله تمیزتر و لطیفتره که اصلا نه کار کردن تو زندگیشون نه چیزی. این روزگار رو برای ما با اون شعارها به وجود آوردن، امروز هم مجددا در رأس نشستن بخوان همین حرفا رو بزنن و به ما خط بدن آقا ما چه بگیم چه نگیم چه بکنیم چه نکنیم، چه چیزی برای ما خوب هست چه چیزی بد. همین صداهایی که ما رو به این روز انداختن، خدمتتون عرض کردم در اواسط برنامه، حتی صدای آمریکا با اون توانش، صدای بی بی سی با اون توانش، صدای رادیو فردا و سایر رسانه‌های جهان توان شنیدن چنین سخنانی رو به صورت 10 دقیقه‌ای در رسانه‌شون نداشتن و ندارن و نخواهند داشت مگر اینکه سیاست‌هاشون تغییر پیدا بکنه. چرا صدای آمریکا باید از بیان شمیرانی وحشت داشته باشه؟ این واقعیت رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. یا حتی رسانه‌های داخلی درون لس آنجلس، مگه ما چه می‌گوییم؟ مگه حرفمون چیست؟ به غیر از اینکه هر آنچه که ایران و ایرانی داره براش باید براش حفظ بشه، مگه فحش به کسی میگیم؟ مگه ناسزا میدیم؟ هیچی. اما وقتی در رابطه با ایران میخوای صحبت بکنی، وقتی خونت هم میفروشی که ایران آزاد بشه، این چیزیست که غربی ها و شرقی ها و هیچ کشوری در جهان نمیخواد. به ایران سلاح‌های اتمی میفروشن و بعد مردم رو زجرکش میکنن و محکوم که چرا چنین حکومتی دارید. این حکومت رو باید دید چه کسانی تغذیه میکنن، چه کسی نفت این جامعه رو مجانا در اختیار کشورهای غربی و شرقی و اروپایی و غیر قرار میده، چه کسانی این بودجه ها رو در اختیار این حکومت قرار میدن و بعد بخوان مردم رو سرکوب بکنن، بخوان حمله نظامی به ایران بکنن. چرا؟ واقعا کسی جوابگو هست؟ آیا هیچ دولتی، سران هیچ کشوری در جهان هستند که بتونن جوابگوی من کوچک از یک جامعه بزرگ ایرانی باشه؟ من فکر نمی کنم هیچ ابرقدرتی در جهان توانایی نشست با من و امثال من رو داشته باشه در رسانه‌های خودشون، هیچ کشوری، چرا که حقیقت شفاف و پاکه. اینها از حقیقت وحشت دارن اما ادعای آزادیشون میشه، ادعا میکنن که آقا کشورهای ما کشورهای آزادی است. بله، سیاست داخلی شما برای مردم خودتون نسبی است، مردمتون دوستتون دارن، اما همین سیاستهای خارجی بوده که ما رو به این روزگار نشونده و از حساسیت مردم ما، از احساسات مردم ما، از صمیمیت مردم ما، از پاکی دل مردم ما استفاده کردن، با تبلیغات میلیارد دلاری خنجر رو به دست مردم دادن که در قلب خودشون فرود بیارن و بعد این نظام رو پایه‌گذاری بکنن که این افراد در این مجالس بیان بشینن صحبت بکنن راجع به حق و حقوق اسلامیشون و بعد سیاست‌های خارجی. خب معلومه ما به کجا خواهیم رفت. چرا جوان ایرانی نباید بتونه آزادانه درون کشور جشن چهارشنبه سوریش رو برپا بداره؟ چرا نیروی نظامی می‌ریزن بگیرن؟ کدام کشوری در جهان هست که وقتی شخصیت ها میخوان، افراد میخوان، بچه های کشور میخوان درون کشور شادی بکنن، جلو اینها رو بگیره سرکوبشون بکنه؟ وارث تاج و تختش در خارج از کشور باشه، ولی تاج تخت ایرانی است، نه نظامی نه حکومتی، هویتی است و غیره. میتونیم در رابطه با اینا ساعت ها صحبت بکنیم.